آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در برپایه آنچه دفتر آیت الله العظما شیرازی اعلام کردند روز جهانی یاری امامین عسکریین علیه ما سلام نامگذاری شده است بر همین اساس هر ساله هزاران شیعه و عاشق اهل بیت اسمت و تهارت در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهی شهر مقدس سامرا میشوند تا این روز جهانی را گرامی دارند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شیعیان و اشاق اهل بیت علیه مسلم همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای یاری و زیارت امامین اسکریان علیه مسلم آزم سامرا می شوند. مردم شهر مقدس کربلا از حدود 60 سال پیش در عمل به سفارش مرجع فقید مرحوم آیت الله العظمى سید محمد شیرازی قدس سر رو همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جهت زیارت امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام راهی شهر مقدس سامرا می شوند. تا فرصتی برای ابراز ارادت به این دو امام همم و تجدید عهد با فرزند موعودشان حضرت بقیت الله العظم مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه در سامرا داشته باشند. سامرا در زمان تأسیس آن در دوره خلیفه المعتصم عباسی و انتقال پایتخت از بغداد به این شهر محل اسکان سربازان ارتش بنی عباس و سنی های افراطی بوده است. و به همین خاطر خلفای عباسی امامین عسکری این علیه مسلم را برای آزار بیشتر و جلوگیری از ولادت دوازدهمین امام شیعیان به این منطقه تبعید و حصر خانگی نمودند. انفجارهای سنی های افراتی القاعده در فوریه 2006 و تخریب گنبد و ذریح امامان علی الهادی و حسن الاسکری علیه مسلم نشان دهنده تداوم کین ورزی بافت افراطی منطقه صلاح دین به این امامان مظلوم بود. اما بر پایه این سنت حسنه شیعی و تاکیدات مرجع عالیقدر قدر حضرت آیت الله العظمى سید صادق شیرازی اعزام کاروانهای زیارتی شیعیان به سامرا افزایش یافت و به ویژه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان موعدی شد برای میاد اشاق اهل بیت علیه السلام تا نشان دهند کین ورزی به اهل بیت علیه السلام موجب خیزش و جنب و جوش بیشتر محبین و شیعیان ایشان می شود. کاروان بزرگ الولا الفدا و الفت از بزرگترین کاروانهای زیارتی است که پس از جنایت تروریستی 2006 به منظور زیارت مخصوص حرمین امامین عسکریین علیه مسلم و به منظور اعلام حمایت از این دو امام بزرگوار وارد شهر مقدس سامرا می شود در برنامه امسال دیروز بیش از 400 واحد اتوبوس بیش از چهار ده هزار زائر را از شهر مقدس کربلا و سایر نقاط عراق به شهر مقدس سامرا منتقل کردند. این کاروان های زیارتی پیش از رسیدن به سامرا توقف کوتاهی در شهر بلد داشتند. برنامه زیارت مراقد متحر امامین اسکریان علیه مسلم در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان بنا به های آیت الله ال ازما شیرزی شیرازی دامزلو در میان مردم عراق رایج شده و کاروان الولا الفدا و الفت نیسته 20 سال گذشته نقش مهمی در برگزاری باشکوه آن داشته است. شبکه های ششگانه مجموع رسانه امام حسین علیه السلام با قطع برنامه های عادی خود به انعکاس گسترده برنامه کاروان های زیارتی این روز پرداختند. علی اکبری اخبار شیعه